مسیحیت ادیشمایا پاراشای ویرا. در پاراشا اول پاراشا توضیح میده که ابراهام آوینو چادری زده بود در وسط بیابان که همه رهگذران، اینایی که گرسنه بودن، اینایی که تشنه بودن، میومدن در چادر ابراهام آوینو و ابراهام آوینو از اونها پذیرایی میکرد. حالا روزی بود که سه تا فرشته اومده بودن پیش ابراهام آوینو که به اون خبر خوش بدن که در سال آینده زنش حامله میشه و پسر میاره. و تورا توضیح میده که ابراهام آوینو جلوی اونا خما، خلاب، گوشت گذاشت، نون گذاشت که اونا استفاده کنن. در تورا میگه این ملاخیما گفتن خانوم تو کجاست؟ ای سارا اشتخا، خانومت کجا؟ و ابراهام گفت خانم من در چادر عقبی کناریه. و بعدش گفتن شو ولخ کایت خیا، سال دیگه همین موقع تو پسر میاری. در اینجا سوالی که پیش میاد، چرا اول از خانمش پرسیدن خانم تو کجام، چه کار دارن به زنش؟ سه تا مهمون ناشناخته اومدن، کسی اونا رو نمیشناسه. در نظر ابراهام یه آدم های معمولیه که از تو بیابون اومدن. زن تو کجاست، چه کار داریم به زن من؟ این یکی. دوباره من اگه میخواستن نگفتن زن تو کیه، چند سالشه، زن داری، زن نداری، تحکید زن تو در چه مکانی الان هست، کجای؟ این سآله. سآل سوم، اگر اینا اومدن خبر خوش بدن به ابراهام که سال دیگه بچه میاره، چه کار داره به این که سارا کجاست؟ اینو چسبنده تو را به هم دیگه. زن تو کجاه؟ تو چادره، سال دیگه پسر میاری. چه کار داره به هم دیگه؟ و چرا تو را اینطوری این رو نوشته؟ چه درسی اومده تو را به ما یاد بده برای نوشتن این چیزا که در چه مکانی سارا پیدا میشه و به خاطر همین سال دیگه گیر ابراهام و سارا پسر میاد؟ راشی گمارا رو میاره. گمارا در بابا مسیا پزعین میگه این ملاخی ما خب میدونستن ملاخ بودن دیگه، فرشته بودن، میدونستن که سارا کجا. هلا لئودیا شسنوا ایتا، این تورا این رو نوشته و ملاخیما این رو به ابراهام گفتن که زن تو خیلی سنیوت داره، یعنی خیلی اجابت داره، خانم معجوبیه، نمیاد جلو به مردم، مردم های ناشناخته نمیاد اینجا صحبت کنه، که دیل خببا البعلا، که سارا رو با ارزش کنن، محبوب کنن در نظر شوهرش که ابراهامه. پس گمارا داره به ما میگه آمار ربی یهودا، ربی یهودا گمارا میگه اینا اومدن بگن میدونستن سارا کجاست، اومدن گفتن زن تو خیلی سنیوت داره و زن تو خیلی زن خوبیه و با ارزشه که اون رو خوب بکنن. هنوز این چه کار داره به ادامه تورا که سال دیگه پسر میاری؟ بنیشخای توضیح میدن، اول میپرسن، میگن آیا ابراهام نمیدونست که زنش اجابت داره؟ ابراهام که داره با زن زندگی میکنه 24 ساعت تو روز، میدونه زنش چقدر سنیوت و اجابت داره. این ملخا اومدن میگن زن تو اجابت داره، خیلی ممنون، ابراهام زنش رو بیشتر میشناسه از اینا. بلکه آراب بنیشخای توضیح میدن که بدون باش این دوتا با هم دیگه رب داره، زن تو کجان اجابت داره با اینکه سال دیگه پسر میاری، با هم دیگه رب داره. اینا اومدن سارا رو لخببا البلا، با ارزشش کنن از شوهرش، یعنی بیشتر از ابراهام سارا ارزش داره، لخببا البلا، با ارزش ترش کنن از شوهرش. که چی؟ که ببین خانم تو سنیوت داره و به زخوت اونه
به ارزش سارای و سنیوت سارای که سال دیگه به سر میاری. این چیز رو اومده تو را به ما بگه. زن تو کجاست؟ اجابت داره، به خاطر همین سال دیگه به سر میاری. آرا بنشخای میگن که به زخوت سارا بود که اشم به اینا در سن 90 سالگی به اینا بچه داد. همچنین عارف کلیاکار اینو توضیح میدن، میگن ایه سارا اشتخا کجای در چه مقامیه؟ سارا در چه مقامیه؟ در مقام سنیوته؟ چه میسوایی دستشه؟ کجای؟ نه که کجا از نظر مکانی، بلکه کجا از نظر درجه. درجه چیه؟ سنیوته؟ به خاطر سنیوتش سال دیگه بهش بچه میدیم. البته اینقدر سنیوت چیز مهمیه که به خاطر سنیوت ابراهام آوینو چقدر درجه داشت، ولی به خاطر درجه ابراهام بهش بچه ندادن، به خاطر سارا دادن. سنیوت هم برای خانومای هم واسه مردای گمارا میگه به زخوت راخل ایمنو شاول ملخ به دنیا آمد که تسانوه بود، به زخوت شاول که تسانوه بود اجابت داشت. استر ملکا به دنیا آمد. زوار قادوش توضیح میدن در پاراشای ناسو، کسی که اجابت داشته باشه باعث میشه که قدرتای مثبت بیاد تو خونه، رو خودش قدرتای مثبت بیاد، نورای مثبت بیاد. این قدرت‌ها باعث میشه سلامتی، باعث میشن که پرناسا بساش بیارن، باعث میشن که چی؟ بچه‌های خوب به دنیا بیاره، بچه‌هاش در راه درست بره. یعنی اینقدر این چیز عمیقه. این سنیوت این نیست که اگه یه نفر من میبینه، حتی اگه خود آدم تو خونه هست چجوری، حتی تو اتاق خوابش، حتی تو خونه چجوری رفتار میکنه، چجوری لباس میپوشه. علاقه‌های خیلی زیادی در شوخان عروق داریم درباره سنیوت، چه مرد چه زن. سنیوت باعث میشه قدرت‌های مثبت رو آدم بیاد، پرناسا بیاره. بعد خیلی خیلی زوهر قادوش، خیلی خیلی گمارا و میدراشیم توضیح میدن بچه‌های خوبی که به دنیا میان به خاطر اجابتی که مادراشون دارن. اشره یولتو مادرش باعث شده که این آدم خوب باشه. درگه میارن میگن اگر یه نفر دیدی که تلمید خاخامه، یه نفر دادی که خصلتای خوب داره، حتما مادرش سنیوت داشته. این موضوع خیلی خیلی مهمه. خیلی جالبه که در گمارای مختلف، در گمارای براخو، در باره کتوب و در گمارای مگیلا، خیلی در باره اجابت ایرانی ها صحبت میکنن. حالا حتما اونجا ایرانی ها، حتی گویماشون و اسرائیل هاشون، گمارا میگه اینا خیلی سنیوت داشتن، این میدا در ایرانی ها خیلی زیاد بوده که اینا سنیوت داشتن. پس میبینیم که قدرت اجابت خیلی مهمه. تورا نمیگه که مثلا خانوما لباس خوب نپوشن یا خانوما خودشون رو زیبا نکنن، نه اون میتونن بکنن، ولی سنیوت اینه که قشنگ همه چی درست تر باشه. چه اگر خانوما کلاگیس میپوشن، چه کلا یا روسری، و مواظب باشن که موشون بیرون نیاد. این موضوع باعث میشه قدرتهای منفی بیاد و برعکس، سنیوت و اجابت قدرتهای مثبت میاد و بسه آدم برای